درود مجدد دوستان عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. دره شمخال درگست و توی این ویدئویی که الان دارین میبینین بهتون خواهم گفتش که چجوری میشه از کوچان اومد به سمت دره شمخال و یک مقداری توی دره شمخال پیاده روی. جاتون حسابی خالی، هوا ابری، احتمال بارندگی بسیار زیاد هست و بریم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. دمتونم گرم، مرسی از همراهیتون. وای خدایا این بچه رو ببینین، استخون خالصه. بیا قربت برم، بیا بهت نون بدم، فقط مواظب خیابون باش. خدای شکرت به لطف دوستان و تلاش خودم یه نونی داره میاد و میره. بیا عزیزم، بیا نونو بخور، میندازم برات همینجا میرم. خب بردار بخور، الهی فداش بشم، از آدمم میترسه. بردار برو بخور، نوش جونت بشه عزیز دلم، نوش جونت. بچه خواهشم ببینین، این آدمایی که میگن غذا ندین به این حیوان، آخه ببینین طفلی با این بدن استخونی از صبح اومده نشسته کنار خیابون، راه میره به آدما نگاه میکنه، یه تیکه نون بندازی الان شکم این طفلی تا بعد از ظهر سیر بشه، الان مثلا این چه ضربه ای داره به حیات وحش و چرخه اکوسیستم طبیعی میزنه. حیوان بدبخت شکمش سیر میشه، اگه بچه شیر میده که میره شیر خوبی به بچه‌هاش میده، اگه نم سرشو میذازه پایین میره تو بیابون خدا برای خودش راهشو بره. تو رو خدا نگینی حرفا رو، اگرم میگین یک چیزی بدونین بگین، الکی بلغور نکنین حرفایی که از چهار نفر آدمی شنیدین که مطمئن باشین خیلی از اونا منافعی تو این حرفا هستش که این حرفا رو بزنن. و اینه قرمونش برم نگاه کن، نشسته همینجوری داره نونو گاز میزنه، خداش هم شکر میکنه و داره میخوره. آخه این چه جایی از شما آخه تنگ کرده؟ ای جانم چقدرم داره با عشق میخوره، نوش جونت. بچه ها از شهر قوچان دارم خارج میشم. قوچان یکی از پادگانهای خیلی خفن ارتش که انشالله همیشه زنده و سلامت باشن بچه های ارتش، داخل شهر قوچان هست. دیگه از شهر خارج شدم و دارم میرم به سمت درگز. بسیار گرسنه، تیپ 277 شهید تولایی، بچه های ارتش که دمشون هم گرم. و خدمت و ارززای اخ جنس بدی بود انگاه چیز فرو رفت. آقا بسیار گرسنه ولی نیت کردم صبحانه روی گردنه ها بخورم، دلتون هم بسوزه. من از مسیر جاده قدیم دارم میرم و تا برسم به اتوبان خیلی باید آروم برم، به این خاطر که جاده خیلی اوضاعش خرابه. اتوبان هم اون جاده کنار هست موازات که اون جلو اگر بتونم نشون بدم اون کامیونایی که رد میشن، به اونجا که برسم دیگه کیفیت آسفالت خوب میشه. جاده قوچان به درگه هست به این خاطر که جاده ترانزیتی هستش، کیفیت آسفالتش خیلی عالیه. بگازیم بریم. دارم بچه ها آروم آروم وارد کوهستان میشم و چقدر من این جاده قوچان به درگز رو دوست دارم. اگر مسیرتون این طرف افتاد حتما این جاده رو تجربه کنید، امتحان کنید، به این خاطر که مطمئن باشید از حرف من پشیمون نخواهید شد. این جاده اینجوری هستش که بچه ها شما از سمت درگز یا از سمت قوچان از هر طرف که بخواییم برین، اول بعد یک ارتفاعی رو برین بالا، به بالاترین نقطه ارتفاع برسین بالای کوه، باز اون مسیر رو بگیرین تا چند تا که چه هست خیلی زیاد گردنه دور بزنین بیاین پایین. و دقیقا احساس میکنم که خاک کم کم داره میترکه، یعنی کم کمه که دیگه شروع بکنه به سبز شدن، به این علت که خوشبختانه امسال خدا رو شکر گوشیتون کرد تو الان خیلی خوب باریده و از این بابت واقعا باید خدا رو شکر کرد. یعنی واقعا نمیدونم چجوری ممکنه که آدم از بودن توی این جاده لذت نبره، پر از گردنه، پر از پیچ، کوهستان واقعا زیبا و سایی. بچه جاتون خیلی خالی، یک جاهای همین جاها بچه ها میخوام وایسم برای صبحانه، البته یه مقدار ارتفاع برم بالاتر بهتره.
این گردنه ها بچه ها شب همه زیر نوره ها، یعنی این چراغایی که داریم میبینین کل این گردنه رو کامل روشن میکنن. بهتون گفتم مسیر کاملا ترانزیتیه. این کامیون هایی که تنها حرکت میکنن همشون بچه های ایرانی هم خب، ولی کامیون هایی که دو ستایی با هم دیگه حرکت میکنن اینا راننده های ترانزیت ترک هستن. جاده باجگیران هم بچه ها دیان از اینجا چی میشه فکر میگه و از روبرو بیاد چجوری این شیب رو مثلا گرد کنه دور بزنه و خیلی خطرناکه. اینجا هم که راهدار خونه هست و ببینین چون اطراف برف هستش برای همین از قدیم اینجا یه دونه راهدار خونه بوده. بذاریم یه مقداری ویدیو نگه دارم چیزو، هم راهدار خونه است هم حالت کافه و مغازه هایی که مثلا میان حالا چیز میز میگیرن راننده ها، چیز میز ها حواستون باشه چیز میز. من آدم نمیشم به خدا. هیچی هم بدتر از این نیست بچه ها که پشت این بچه ها گیر کنی دو سه تا ماشین هم پشت چسبونده باشن به هم دیگه پشت گردنه و همینجوری زوزه بکشی پشت سرشون که یک شرایطی به وجود بیاد که بتونی دنده دو سه و چهار کنی و ردشون بکنی. نمیشه، پیچ خطرناکه و نمیشه حماقت کرد. نالا وقتشه، نالا کن، نالا کن. اینا یه دو به سه خواستم برم آخه خیلی بچه ها میگن علی رضا حواست باشه وقت رانندگی خطرناکه، واقعا بچه ها خطرناکه فیلم برداری و تصویر برداری، ولی چیکار کنم دیگه، من مشتعل عشق شمایم چه کنم. آماده ناله کردن باش، آماده باش، آماده باش، آماده آماده آماده. یک کم دیگه که برات عزیزترین بشم. ناله کن، ناله کن، ناله. هم سربالایی بچه هم نمیتونم دنده عوض کنم. خیلی آقا دیدین از این چالش هم با موفقیت، فقط پیچ رو ببینین که بچه ها چقدر تیزه. یعنی واقعا بچه های راننده سنگین، بچه های ماشین سنگین خیلی بعد. یه بدی هم که این جاده داره راه فرار، یعنی شونه فرار نداره، خدای نکرده اگر بچه ها ترمز ببرن خیلی جاده خطرناکه براشون. تقریبا به برفیزترین و بالاترین قسمت رسیدم بچه ها و داشتم به فیلمی که الان 20 تا 30 تا بیشتر تا ذره شمخال ندارم به جای اینکه تو این سرما وایسم و به قول معروف سوانه رو بخورم برم کنار رودخونه تو در شمخال بشینم سوانه رو بخورم، فهم کنم خوب باشه. نظرتون چیه؟ نمیشه جیگرای من، نمیشه نمیشه نمیشه، به این خاطر که بهتون میگم که چرا نمیشه. این ور نگاه کنید، دیدین ابرا رو؟ پس یه جایی وایسی. یعنی بچه ها لذتی که من الان تو این جاده میبرم رو نمیتونم وصف بکنم. ابرا رو داشته باشین؟ جانم پس برم یک جایی وایسم. فقط ببینیم بچه ها چه جایی وایستادم براتون، عشق کنید. فقط یک موضوعی، یکی از بچه ها میگفت شهر رضا ابر اگر بزنید سر جلوی بلنگوت احتمالا صدای باد رو میگیره. بیرون رو ببینید خیلی باد زیاده، ببینم میتونم این کار رو بکنم. خب ابر رو گذاشتم، امیدوارم که صدای باد رو گرفته باشه و خیلی خیلی جلوی صدای من رو نگیره. آقا یعنی خدا وکیلی چقدر خوشگله، چقدر زیباست، چقدر عالیه، عالی عالی. یعنی جای همه تون از ته قلبم خالی میکنم بچه ها. بابا سوانه رو که ردیف کردیم، خب ویو هم که اینجوریه
دیگه الان من چی براتون بگیرم بچه ها؟ خدا وکیلی جای همه تون حسابی خالی. و امروز هم میدونم که روخ ماه من رو خیلی کم دیدین، برای همین حسابی جاتون رو خالی میکنم. بفرمایید صبحانه توی این ویو فوق‌العاده. بچه جاده رو میبینین که همینجوری هم با سرعت خیلی زیادی مه داره میاد بالا. ملت همه جمع شدن میگرفتن فیلم و عکس و ویدیو. اینقدر باد چریده که فلاس خوابوندم که وقت باد نندازدش. تقریبا یه رو بیست دقیقه که اینجا وایسادم کلی مردم اومدن رو عکس گرفتن. این بنده خدا شخلا اومد یه ترمز گرفت و بوی لندش هم به سایی بلند شد و اومده داره عکس میگیره. مردم از هر صنفی و هر طبقه اجتماعی واقعا عاشق زیبایی هن. و بعضی وقتا ببخش قد شد، بعضی وقتا آدم دلش برای مظلومیت و فشاری که این مردم دارن تحمل میکنن واقعا دلش میسوزه. همینجا لذت میبرم اما باور کنید تمام قلب و تمام حواس و تمام دلم پیش شماست و آرزو میکنم به این کاش هرچه سریعتر شما هم شرایطی رو وجود بیارید بتونیم بزنیم بیرون. شرایط هم امروز دارم هم تیم کام خیلی شرایط سختیه، شما هیچ کم غریبه نیستید. همین امروز مثلا من صبح میگم خدای من چجوری دوتا ویدیو پر کنم امروز یا فردا، همینطور مخصوصا پنجشنبه جمعه که تا ساعت 5 بعد لینک‌ها رو بفرستم برای بچهای ام سی ای. شرایط خیلی سخت هستش ولی خدا شکر میکنم بیرون که بیای طبیعت نمیذاره دست خالی برگرد و جای همتون حسابی خالی. ماشین راهداری هم داری میبینین که برف روبی داره میکنه و احتمالا پایین بریم حسابی روی مه و جادای پیش در پیچ. خیلی خواهد شد خدافزی کنیم از این زاویه و از این منظره عالی و راه بیافتیم، به این خاطر که قرار هست احتمالا جاده های پرپیچ و خمی رو با مه پشت سر بذاریم. جاده رو همینجوری داریم بینید که مثل یک مار پیچ در پیچ همینجوری داره میره پایین. برید توکل به خدا. بچه ها باد خیلی سنگ از بالای صخرا انداخته، این تفری بچه های راهنمای رانندگی هی میان پیاده میشن و سنگا رو توی جاده میندازن کنار. خدا وکیل خدا خیرشون بده. خیلی من بچه های راهنمای رانندگی واقعا خیلی دوست دارم. همینجوری که دارم میرم پایین و ارتفاع کم میکنم میبینی که حجم درخته ارس هم داره بیشتر میشه و کم کم همینطور که از دور داری میبینی کم کم دیگه دارم میرم تو دل مه. دیگه فکر کنم بچه ها بعد این گردنه دیگه کم کم شروع بشه دیگه بریم تو دل مه. خیلی دوست دارم یه جا آرات پارکینگ مانم باشه وایسم گوشی رو بکارم ببینم میتونم جایی رو پیدا بکنم که مسیری که توی مه میریم رو با هم دیگه تو دور سری ببینیم یا نه. شما بچه ها باورتون نمیشه که چقدر این گردن ها زیباست. یعنی خواهشی که ازتون دارم این هستش که اگر سمت مشهد اومدین یک روز وقت بذارین بیاین قوچان و تا درگز بیاین. اگر تا درگز نیومدین واقعا تا در شمخال رو بیاین، به این خاطر که جادهیه که میگم به حراز و چالوس خراسان معروف هست دیگه و جاده‌ای هست از اون جاده‌هایی که آدم بعضی چیزا هستش آدم تو عمرش یک بار باید حداقل امتحان کنه، این جاده هم یکی از اوناست. آقا دیگه دارم میرم داخلش دیگه. همین کناراست همین جاهاست که یک جایی هم کنارا وایسم
بچه ها گارد ریل رو ببینید چجوری خم شده، خیلی مسیر خطرناکیه و خدا نکنه یه دونه ماشین ترمز خالی بکنه، حتی اگه دنده کشیش هم حرفه‌ای باشه خیلی سخته بتونه توی این شیب و زاویه ها ماشین رو کنترل بکنه. خدا وکیلی بچه جاده رو ببینین، هر چقدر من میام جلوتر متاسفانه مه رو نمیبینم، مه الان رو ارتفاعاته، یعنی بالاست و توی جاده نیومده، ولی خدا وکیلی خیلی جاده قشنگه، اصلا جای سیف و امن برای نگه داشتن و تنظیم گوشی روی پایه پیدا نمیکنم. برم در شمخال رو ببینیم توی مسیر برگشت که دارم برمیگردم مشهد، بهتون قول میدم که تمام مسیر رو براتون تو دور ستون بگیرم. بچه این جاده که داریم میریم سر تا سر از پارک ملی تندوره داره رد میشه و هر چند کیلومتر یک بار این پاسگاهی که داریم میبینیم پاسگاهی نیروی انتظامی و رانندگی نیستش، اینو پاسگاهی محیط زیست هست، به این خاطر که عجیب این منطقه بکره از بابت حیات وحش و حالا از پلنگ بگیر یوز پلنگ، البته یوز که فکر نمی کنم داشته باشه، اما کل و بز و میش و قوچ و اینا به تعداد بسیار زیاد اینجا فراوونه. من کم کم دیگه از دنده 5 اومدم روی 4 و 3 و آروم دارم میرم همینجا هاست که تقریبا بر راهنما بزنم و سمت چپ برم به سمت ورودی شمال شرقی در شمخال. 40 کیلومتر بچه ها قبل از درگز اگه تابلار ناکوی متوجه میشین ورودی در شمخاله. رسیدم اون قسمت فرعی، یک محلی هستش که اگر این تختای سنگی رو نشون بکنین احتمالاً راحت ممکنه پیدا کنین. اونجا هم بچه‌ها یک سیاه چادر عشایر هست که دیگه کم کم دیگه اینا هم دارن آماده میشن برای فصل عید و مسافرهای نوروزی که دارن میان. یه مسیر خاکی هستش که دیگه باید بریم به سمت دره. همین اول کار که میخوایم وارد ورودی دره بشین بعد از این روزخونه رد بشین. آب امسال خیلی زیاده بچه ها، یه قسمت هایی هستش که باید با ماشین توی آب رد بشیم، بریم ببینیم که آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا ناچاریم ماشین رو همین ورودی های دره پارک کنیم. این درهی که داریم میبینیم بچه ها که بین این دوتا کوه هست امتداد پیدا میکنه تا حدوداً تقریبا 12-13 کیلومتر جلوتر که میخوره به روستای شمخال که اگر اون ولاگ شهر باجگیران رو دیده باشین بهتون نشون دادم اونجا رو. یکم اوضاع داره خراب میشه بچه ها و باید دل به آب بزنیم. بزنیم دنده یک و تحت هیچ شرایطی حتی اگه گیر کردیم نه کلاج بگیریم و فقط پرگاز بریم. در شمخال که میگم بچه ها الکی نیستش، یعنی رفتنش و گذر ازش یه مقداری تخصص میخواد. من قطع نمی کنم دوربینو، میرم به امید اینکه گیر نکنیم. توکل به خدا. اینجا رو ناچارم قطع کنم بچه ها، ببخشید. برو رخش من برو. مرسی که اینقدر مردی خدا وکیلی. نظرتون چیه در مورد در شمخال؟ ترجم بهتون پیشنهاد میکنم بچه ها اگر آمدین یا با ماشین آفرود بیاین یا اگر احتمال کمی میدین که ماشینتون ممکنه توی راه بذاره، تحت این شرایطی این جاهایی که من دارم میرم رو ماشین شخصیتون نگه.
بچه بیشتر از این دیگه دلم نمیاد به این بچه فشار بیارم. خیلی بوکس آبادای بدی کرد اینجا و الان بوی شدید لاستیک متصاعد شده. پس همینجا این بچه رو پارکش میکنم، نمیشه اومد کنارتر به این خاطر که براحتی توی گل گیر میکنی و راه گذر هم اگر ماشین دیگه بیاد که بعید میدونم هست و یه مقداری پیاده میبرم تون تا پایین تر رو دیگه خدمت رو هست کم که هدف من از این برنامه امروز این هستش که یک مقداری با در شمخال و توانایی بکش آشنا بشین. انشالله این همون موضوعی که بهتون گفتم در مورد اخلمت یک مقداری فصل بهتر بشه و کف و راست این دره پر از سبزه و بهار و زندگی بشه، کوله به دوش بیایم از این ور دره شروع بکنیم، یک روز یه روز و نیم پیاده روی بکنیم تا برسیم به روستای شمخال. این قولو 100% بهتون میدم، فقط آوردمتون که ببینین دره شمخال رو و یه کوله و یه فلاسک چایی برداریم یه مقدار بریم جلوتر. ارتفاع آب بچه خیلی بالاست، وقتی میبینی اینجا کبوده یعنی که هم عمق زیادی داره هم ارتفاع آب بالاست و من آدم احمقیم که تنها بدونه، البته تنها من از بابت تنها بودن شخصی نگران نیستم، این که اگر این ماشین گیر بکنه امروز فکر نمی‌کنم تا آخر شب هیچ کس اینجا رد بشه و بخواد کمک بکنه و نباید اینجور وقتا تک ماشینه یا با این ماشین ها. البته من این ماشین رو بچه ها به 10 ماشین آفرود عوض نمی کنم به این خاطر که مدل 85 حیوانی 120 بیشتر راه نرفته، موتور کیاس و واقعا ماشین مردیه ولی دست من خیلی ناملایمتی و بیمعرفتی داره می بینه. خب رخش رو به امان خدا ول می کنیم و بریم یک نیم ساعت سروپی. بچه اینقدر اینجا شلوغ میشه، ببینید اینجا نوشته چای قلیان و اینجور چیزا، اون چادرهایی که داریم میبینین یک هفته 10 روز دیگه 10 برابر اینجا چادر زیادتر نصب میشه و خیلی از روستایی از روستایی اطراف میان اینجا که مثلا سرویس دارن مسافرها، چای آبجوش قلیون حتی غذا جوجه کباب آب معدنی. و بریم مسیر رو، من احساس به اون ابره رو اگر بچسبونم بهتره و صدای باد کمتر میشه. کاشکی بوت ها رو میپوشیدم بچه ها به این خاطر که بارندگی بوده و همه جا گله. بریم الان چی میشه. وقتی ابر میذارم دهنه گوشی صدای باد رو میگیره ولی منقطع میکنه، نمیدونم چرا. بچه ها عقابا رو اون بالا میبینید و شما فکرشو بکنید چیزی که من دارم اینجا میبینم که چه دیواره استوار و ستبری هستش دو طرف دره. جای هواتون حسابی خالی بچه ها، من تباب سعیمون دارم میکنم توی این چند روز قبل از شروع سال یه سری جاهایی که اطراف مشهد حتی داخل مشهد هست رو بهتون نشون بدم که اگر اومدین مشهد توی این چند روزی که هستین فقط هی من کجا دارم میرم، این میره بالا از اون بالا میره بعد برم پایین. خدمتتون عرض کنم که توی این چند روز که میایین مشهد زیاد هی هتل حرم حرم هتل هتل حرم حرم هتل هی نکنید و از اینجا باید برم پایین. قشنگ آدم گذر سن رو احساس میکنه. من زمانی انقدر پلنگ بودم که از اون بالا جفای پریدم پایین، الان زرت هم در میاد به خدا بچه ها بخوام چه این کار رو بکنم. وای خدای چقدر من اینجا رو دوست دارم، ای کاش شرایطش بود میرفتم از اون در میومدم. بهتون قول میدم فروردین، آخر فروردین که اینجا اوج سبزی و زیبایی هست این کار انجام بدم و یک ولاگ و ویدئوی توپ براتون بگیرم. باز احساس میکنم دارم شورش رو در میارم بچه ها، هنوز وارد دره نشدیم زرت و زرت دارم ویدئو میگیرم به یه خاطر که واقعا خیلی خیلی عالیه. این درخت رو ببینید کجا در اومده،
و چه مسیر لذت بخش رو با چه حال خوبی دارم میرم. جای همتون بچه ها حسابی خالی. میرم جلوتر، یه تخت سنگی هست، من آدم ساده ببخشید تا حدودی احمق چند وقت پیش یه دختری رو که میگفت من تا حالا در شمخال نرفتم و فلان، ورداشتم با کلی بدبختی و مشقت و اشم آوردمش اینجا، یه حال حسابی اینجا کرد و دیگه چی بگم به خدا، هر بدبختی من دارم میکشم از روی حساب دل سادم میکشم. یه سری آدمایی هستن که ببخشید هم کونت هم نباید حوالشون بدی، ولی میای لطف میکنی محبت میکنی در حقشون، بعدم ببخشید میکننت فلان جای سگ و از بی توقعی واقعا خفه میشی. مهم نیست، فدای سرت. من همیشه اعتقادم به این بوده تو خوب باش، تو کار خوب انجام بده، تو با آدم ها با معرفت و اخلاق درست رفتار کن، گوره بابای بقیه. یک روزی بالاخره آدما توی خلوت خودشون میشینن فکر میکنن به اینکه طرف کی بود، چی کار کرد و ما چی کار کردیم. مهم نیستش، اون موقع هستش که با عذاب وجدان و با کلی ناراحتی شروع میکنن به پیام دادن، زنگ زدن. اونجاست که آدم باید از تجربه‌ای که داشته استفاده بکن و ببخشید دیگه محل سگ بهشون نده. اگرچه که من انقدر آدم بدبخت دلرحمی هستم که طرف بدترین ظلم رو هم در حق من بکنه، به محض اینکه پیام بده که علی رضا فلان جام کارم گیره به کمکت نیاز دارم، مثل یابو باز بودم به کمک کردم. نمیدونم من این چه اخلاقی دارم، اما این خونه بچه ها توی یکی دو سال اخیر ساخته شده، من نایده بودمش و الان دارم وقتی ملک اینا دارم راه میرم، به این خاطر که اگر بخوای از لب آب گذر بکنی هی باید پاتو خیس بکنی و هی کفشت بری توی آب. و امروز حقیقت رو خواهی زیاد حالا حوصله آب بازی و خیس بازی رو ندارم. آقا عذر میخوام وارد ملک شخصی شما شدم، از اینجا دیگه از ملک طرف بریم بیرون. با معرفت ها، با مرام ها، قربونتون برم. شما که زحمت کشیدین، لطف کردین، این ویدیو و ویدیوهای قبلی رو میبینین، اگر احیانا چنل رو سابسکرایب نکردین ازتون خواهش میکنم چنل رو ساب کنید، یک لایک و یه شستی هم فشار بدین، هر چی هم که دل تنگتون میخواد کامنت کنین، من تک تک کامنت ها رو با حوصله جواب میدم. مرسی از همراهیتون. این ویدیو ادامه داره که توکل به خدا تو اولین فرصت براتون میذارم. دمتون گرم، فقط خواهش علیرضا رو فراموش نکنید. بوس به همگیتون، فعلا خدا گردید.